موجود فضایی که برای شکار به زمین میاد. گلاسیا سلام. امروز می‌ریم سراغ یکی دیگه از فیلم‌های خیلی خوب 2022، یعنی نوب. این فیلم سبکش علمی تخیلی ترسناک هم هستش و خیلی سکانس‌های جالبی داره و مهم‌تر از همه خیلی پلاتش قشنگه. قبل شروع خلاصه‌ام بگم خیلیاتون سوال کردید که من با چه شرکتی برای نقد درآمد کار میکنم. انتخاب من شرکت یوبر بود چون کارمزدشون از همه شرکت‌های دیگه کمتره، معاف از مالیات آمریکان و کلاً خیلی قابلیت‌های زیادی دارن، امکانات خوبی هم به یوتیوبرهای مختلف میدن. مخصوصاً اگه تازه می‌خواد کارتون رو شروع بکنید، یوبر یه سری آموزش رایگان داره که می‌تونید از سایتش ببینید و خیلی کمک می‌کنه که زودتر به درآمد یوتیوبتون برسید. به هر حال من توی یک سال و نیمی که باهاشون همکاری داشتم هیچ مشکلی رو ندیدم و خیلی هم بهم کمک کردن توی این راه. خواستم به شما هم معرفی کرده باشمش. لینک سایت و یوتیوب شرکت یوبر رو هم توی دیسکریپشن میذارم، اگه خواستید میتونید ازشون دیدن بکنید. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواستون به اسپول و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم اوجی رو میبینیم که تو مزرعه همراه پدرش اوتیس زندگی میکنن. کار اصلیشون هم اینه که اسبهای مختلف رو پرورش میدن و در صورت نیاز به کارگردانها و فیلمسازهای مختلف اجاره میدنشون. الان هم منتظر خواهر اوجی یعنی ایمن که بیاد همینجا و میخوان شبا با هم بگذرونن، ولی هنوز خبری از ایم نشده. یه دفعه سر و صدایی از اطراف میاد و هر دوشون شوکه میشن. گوشی اوجی هم کار نمیکنه و وقتی که برمیگرده میبینه پدرش رو اسب میفته زمین. سرین رو بیمارستان میرسونه اما دیره و جونش رو از دست. یه چیز عجیبی هم که متوجه میشن اینه که دلیل مرگ پدر اوجی این بوده که یه سکه پول یه رفعی رفته توی چشمش و جونش رو گرفته. خب معتقدم هستن که احتمالاً هواپیمای چیزی افتاده و از شانسشون خورده توی چشم باباش. وقتی اوجی به مزرعه برمیگرده میبینه اسبی هم که پدرش سوارش بوده یه کلید به بدنش برخورد کرده و زخمی شده. خلاصه که چند ماهی میگذره. اوجی یکی از اسبهاشونو برده به جایی که میخوان یه تبلیغ رو فیلمبرداری کنه. وقتی اوجی میخواد مسائل امنیتی رو برای نگهداری از این اسب توضیح بده، متوجه میشیم اصلا حوصله صحبت با آدم ها رو نداره. انگار خیلی درونگراست و کلا بلد نیست درست صحبت بکنه. این وسط یه دفعه خواهرش ام سر میرسه. ام برخلاف اوجی خیلی زبون بازه، خیلی خوب صحبت میکنه و همه چیزو برای بقیه توضیح میده. این وسط هم مدام قابلیت های خودش به عنوان یه بازیگر یا کسی که توی جامعه مجازی فعالیت زیادی داره معرفی میکنه. یه اشاره ای هم به این میشه که اولین فیلم متحرک دنیا رو از اسبی گرفتن که برای همین خانواده بوده، به یکی از اجدادشون ربط داشته. هم بکنم که کارگردان این تبلیغ مردی به اسم انتلرز، بعدن باهاش زیاد کار داریم. فیلم برداری شروع میشه و اسب اوجی که اسمش هم لاکیه خیلی خسته شده. هرچی اوجی میگه یکم باید استراحت کنه بقیه گوش نمیدن و وقتی که یه آینه و اتفاقی جلوی چشمش میگیرن، یه رفعه لاکی به گریمور مجموعه یه لگد میزنه. همینم هم باعث میشه که کارگردان با عصبانیت اوجی و خواهرش از اونجا اخراج کنه. تو راه برگشت به مزرعه ان و متوجه یه پارک تفریحی میشن که نزدیکشون بنا شده. تصمیم میگیرن یه سری بهش بزنن. خیلی هم شلوغه. با بعد ورودشون متوجه یه چاهی میشیم که مردم میرن دورش وامیستن و از پایینش یه عکسی ازشون گرفته میشه. خیلی عکس جالبی در میاد. اوجی که لحاظ مالی خیلی تو مزیقه قرار گرفته، تصمیم میگیره اسبش لاکیو به رئیس اینجا بفروشه چون قطعا توی پارک تفریحی به کارش میاد. برای همینم به دیدنش میره. قبل از اینم که برن بالا یه بحث بین خواهر برادر شکل میگیره، چون اوجی به ام میگه که تو همش میخوای کار خودتو تبلیغ بکنی و اصلا حواست به مزیقه مالی من و کارهایی که میخوام بکنم نیست. ولی به هر حال دوتایی با هم دیگه میرن بالا. رئیس اینجا هم مردیه به اسم جوب پارک. اوجی تا الان 10 تا از اسباشو به این مرد فروخته و ازش قول گرفته که وقتی پول دستش اومد دوباره اونا رو ازش بخره و پس بگیره. ام که عاشق سینما و فیلمسازی خیلی سری جوب پارک رو میشناسه. جوب پارک نزدیک 20 سال پیش توی سیتکام خیلی معروف بازی میکرده که ستاره اون سریال یه شامپانزه بوده به اسم گوردی. خیلی هم معروف بود و طرفدار داشته. تو آخرین قسمت سیتکام هم شامپانزه یا همون گوردی یه رفعه عصبانی میشه و رد میده. به بازیگرا حمله میکنه و چند تاشون رو از بین میبره و تنها بازمونده فیلم میشه همین جوب پارک که الان جای پارک تفریحی رو انداخته. جوب پارک میفهمه ایم یکی از طرفدارای قدیمی بوده، بهش اتاق مخفی خودش رو نشون میده که پر از چیزهایی که از اون سریال و سیتکام به جا مونده. میفهمیم که تا حالا بارها به طرفدارهای واقعی اون سریال این اتاق رو اجاره داره تا یه شب رو وسطش بخوابن. جوب یه اشاره‌ای هم به اتفاقی که تو قسمت آخر سیتکام افتاد میکنه، ولی انقدر عصبانی میشه و به هم میریزه که نمیتونه حرفش رو ادامه بده. قبل خداحافظی هم جوب یه اشاره میکنه که دوست داره مزرعه اینا رو به بالاترین قیمت بخره، ولی خب فعلا اوجی دوست نداره که کار خانوادگیشون رو بفروشه. وقتی به خونه برمیگردن، ام به عکسی رو دیوار اشاره میکنه که از یه اسب به اسم جین جکت. میگه بچه که بودن قرار بابا اینو به من بده تا من آموزش بدمش، اما نمیدونم چی شد که رفیق تصمیم گرفت تو این کارو براش انجام بدی و هنوزم نتونستم برام اون ببخشمت. وسط حرفاشون اوجی متوجه یکی از اسبا میشه که از استبل خارج شده. میره برگردونتش که یه رفیق خواهرش تو خونه صدای زد تا آخر زیاد میکنه و قبل از اینکه اوجی بتونه بهش بگه کمش کن، اسب پا به فرار میذاره. برای همینم اوجی با ماشین دو
دنبالش راه میفته. وسط راه متوجه میشه که جوب توی پارک تفریحیش یه مراسم اجرا کرده که خیلی هم نورش زیاد و صداهای زیادی میاد و همین لحظه متوجه جسم عجیبی میشه که توی آسمونه و بین ابرا میره. یکم میترسه و سریع به مزرعه برمیگرده و میره داخل. با خواهرش دارن حرف میزنن و بهش میگه که مرگ بابامون اصلا منطقی نبود. غیر ممکنه که یه اتفاق همینطوری الکی بیفته. الانم که رفتم دنبال اسب یه صدای خیلی عجیبی از خودش درآورد. بعدم یه جسم ناشناخته‌ای رو دیدم که خیلی بزرگ بود و توی هوا با سرعت حرکت کرد. ام خیلی کنجکاو میشه و میگه یه راهی برای پول درآوردن پیدا کردم. روز بعدی با هم به مغازه میرن و ام کلی دوربین و تجهیزات مختلف تهیه میکنه و برادرش میگه که باید از این اتفاقاتی که میگی فیلم بگیری. اگه واقعا بتونی وجود یه موجود فضایی رو ثابت بکنی کلی پول گیرت میاد و همه مشکلات حل میشن. موقع حساب کردن لوازم مسئول فروشگاه که اسمش هم انجله کنجکاو شو میپرسه برای چی این همه دوربین و لوازم دارید میخرید. اوجی هم میگه که یه سری اتفاقات عجیب داره میفته. برقامون یوقت میشن. آنتن گوشی میرو میخوام ببینیم دلیلش چیه. انجله به شوخی میگه وقتی یوفوها یا همون سفینه های فضایی نزدیک جای بشن برج‌های مخابراتی از کار میافتن. ولی وقتی جدیت نگاه اوجی رو میفهمه تصمیم میگیره که بیاد کمکشون کنه و لوازمو براشون واسه کنه. لحظاتی بعدم ام یه مجسمه اسب بزرگو میاره و میگه یکی از دوستام قرض گرفتم. یه پارچه رنگین کمونی هم به این اسب وصله. انجل کنجکاوتر و میگه هدف واقعیتون از این کارا چیه؟ اما دیگه جوابش رو نمیده. اسب شده و سر و صدای از اسب میاد که اوجی میره به حیونا سر بزنه. چراغو خاموش میکنه و لحظاتی بعد دوباره روشن میشه. برمیگره و پشت سرش یه آدم فضایی رو میبینه که بهش سول زده. میترسه و میخواد گوشیشو در بیاره که یکی دیگه هم کنارش ظاهر میشه. سری میخواد از طرف دیگه فرار کنه که یه نفر دیگه کنارش و با مش به صورتش میکوبه. میفهمیم اینا پسرهای جوب پارک صاحب همون پارک تفریحی اند و فقط ماسک زدن. انگاری امو مجسمه اسب از همین پارک تفریحی دزدیده بوده و اینا اومدن که بهشون بگن دیگه از این کارا نکنید. ام هم میاد همینجا و اوجی توضیح میده که کیا اینجا بودن و چیکار داشتن و میفهمن یکی از اسبا رو از استاب فراری دادن. برای همینم اوجی سری راه میفته دنبالش در حالی که ام میره داخل و میشینه پشت لپتاپ و دوربین ها رو چک میکنه. یه لحظه موجودی جلوی یکی از دوربین میاد که خیلی میترسه اما میفهمه فقط یه آخوندکه که اومده روی دوربین نشسته. هر کاری هم کنه از جاش بلند نمیشه. یه رفعه انجرم به ام زنگ میزنه و میفهمه اونم از جای دیگه داره دوربین ها رو نگاه میکنه. انگار جزء گارانتیشونه که شب اول همه چی رو چک بکنه. اوجی هم اون بیرون بالاخره اسب رو پیدا کرده و دارن برمیگردن که یه رفعه اسب سر جاش وامیسته. فریادیم که شو از طرف دیگه پا به فرار میذاره. طوفان شدیدی هم شروع میشه و اوجی به سمت خونه میدوه. همین لحظه ام متوجه یه ابری میشه که برخلاف بقیه ابرا سر جاش ثابت وایساده. فریاد میزنه به برادرش میگه که اون لای ابرا قایم شده و زود بیا. اوجی بالا سرش رو نگاه میکنه و همین لحظه یوفو از بالا سرش حرکت میکنه. سری میدوه تو پناهگاهی و سر جاش میشینه که دوباره یوفو برمیگره لای ابرا قایم میشه. برقای داخل خونه هم دارن قطع و وصل میشن و انجل به ام زنگ میزنه و میگه یکی از دوربینا کلا از کار افتاده. برای همینم باید هر جوری که شده اون آخوندکه رو از روی اون یکی دوربین بلندش کنه تا بتونن این صحنه ها رو فیلم بگیرن. اوجی در حالی که پناه گرفته متوجه اسبش میشه که از جلوش با سرعت میگذره. سفینه فضایی دوباره به طرفش میاد و لحظاتی بعد باد شدید اون اطراف میادش و وقتی که تموم میشه هیچ خبر دیگه از اسب نیست و انگاری ناپدید شده. وقتی برمیگرده داخل ام خیلی ترسیده میگه باید سریع اینجا فرار کنیم. اما اوجی میگه که من باید بفهمم این چه موجودیه و چرا داره این کارها رو انجام میده. وقتی هم که ام میبینه برادرش باهاش میاد مجبور میشه کنارش بمونه. صبح روز بعدی ام تصمیم میگیره به همون فیلمبرداری که اول فیلم دیدیم یعنی انتلر زنگ بزنه. بهش میگه که چه موضوعی دارم برای فیلمبرداری و ازش میخواد یه مستند بسازم. اما انتلر میگه تو وقت توهمت داری زندگی میکنی و من حاضر نیستم این ریسکو بکنم. ساعتی بعدم انجل میاد که بهشون سر بزنه و دوربینی که از کار افتاده رو درست بکنه. ام هم میره فیلم هایی که از دیشب تا الان گرفته شده رو بهش نشون میده که توش ثابت میشه اون ابره سر جاش کاملا ثابت وایساده. اوجی با یکم نگاه دیگه به ابره میگه حس میکنم همون 6 ماه پیش که اتفاقی که برای بابام افتاد اون ابره همونجاست و اصلا حرکت نکرده. نکته دیگه ای که ام میگم اینه که اصلا حرکت این موجوده شبیه سفینه های فضایی که تو فیلم ها نشون میدن نبوده. خیلی عجیب و مثل یه حیوان حرکت میکرده. حالا میریم پیش جوب پارک که داره فیلم آخرین قسمت سیتکام خودش رو نگاه میکنه، جایی که همون شامپانزه رد داده بود. اول همه چیز عادیه و همه نشستن و دارن تولد میگیرن. یه رفعه بادکنکی میترکه. همین صدای بادکنک کافیه که شامپانزه یهو رد بده. به بازیگرهایی که نقش پدر و مادر جوب پارکن توی فیلم حمله میکنه و با وحشیگری اونا رو نابودشون میکنه، در حالی که جوب پارک زیر میز پناه گرفته و قایم شده. نگاهش هم به جای وحشیگری های شامپانزه به یکی از کفش های بازیگر زنه که به طرز عجیبی سر جاش وایساده. لحظاتی بعد شامپانزه میاد کنار بازیگر میشینه و نگاهش به جوب پارک میفته. به جای اینکه بهش حمله کنه میره سمتش و مشتشو به مشت اون میزنه. همین لحظه هم نیروهای امنیتی بالاخره به شامپانزه شلیک میکنن و اونو متوقفش میکنن. به زمان حال میایم و جوب پارک رو میبینیم که با یاراوری این خاطر
خاطرات خیلی به هم ریخته. همسرش میاد سمتش آرومش میکنه و میرن که مراسمشون رو اجرا کنن. اوجی هم توی مزرعه‌اش اینه که تبلیغی از همین پارک تفریحی رو میبینه و متوجه میشه که امشب قرار اسب خودش یعنی لوکی رو توی نمایش بیارن. اونم که میدونه چه اتفاقایی داره میفته و این سفینه فضایی نزدیکه تصمیم میگیره بره و اسبش رو نجات بده. از اون طرفم نمایش شروع شده و یکی از بازیگرهای قدیمی سیتکام جوب پارک هم اومده که ببینتشون. یه ماسکی هم روی صورتش گذاشته. از اسب رو نمایی میشه و جوب پارک توضیح میده که توی چند ماه گذشته اینجا یه اتفاقات عجیبی میفته و من با آدم فضایی ها در ارتباطم. اونا میان و از من چیزهایی که دلشون میخواد رو میگیرن. الانم میخوام این اسب رو بهشون بدم. اما قبل از اینکه بتونه اسب رو رها بکنه، این موجود فضایی رو میبینه که یه رفعه علای ابر بیرون میاد. این یعنی برنامه‌ریزیش به هم ریخته و قبل از اینکه بتونه اسب رو رها بکنه داره بهشون نزدیک میشه. حالا وقتی که درو باز میکنن اسب دیگه از جاش حرکت نمیکنه و انگاری ترسیده. تمام قطعات برقی از کار میافتن و موجود فضایی بهشون نزدیکتر شده. همه دارن بهش نگاه میکنن و میبینیم اون بازیگری هم که اومده اینجا یکی از قربانی های حمله اون شامپانزه است و صورتش ترکیده. سفینه فضایی بالا سرشون میرسه و حالا میفهمیم که در واقع این یه سفینه و وسیله خاصی نیست، یه موجوده. یعنی اعضای داخلی بدن مثل معده داره. به آدما حمله میکنه، توی یه چشم هم زدن همشون رو وارد بدن خودش میکنه و در حالی که اونا دارن جیغ و فریاد میکشن میبلدشون. اوجی هم به همین پارک تفریحی میرسه ولی خبری از هیچ کسی دیگه نیستش. فقط اسب خودش رو میبینه که همچنان توی قفسه. با آرومی صداش میکنه چون موجود فضایی رو روی هوا میبینه و نمیخواد متوجه شه. اما موجود یه رفعه‌ای به طرفش میاد. اوجی هم قبل اینکه نگاهش بکنه میپره توی پناهگاه یا همونجا سرش ضربه میخوره و میفته زمین. وقتی چشماشو باز میکنه هوا تاریک شده و هنوز اسبش لاکی اونجاست. سری اونو میاره طرف ماشین خودش و در همین حال به خواهرش هم زنگ میزنه و بهش خبر میده که چیزی که ما فکر میکنیم سفینه فضایی یه موجود زنده است. من دیدم چجوری حمله میکنه و دقیقاً مثل حیواناست. در همین حال هم انجلو میبینه که داره با ماشینش از مزرعه میره که یه رفعه تمام قطعات برقی ماشین از کار میفته. میفهمه که نزدیک همون موجود فضایی و سری مسیرش رو میچرخونه و به دوباره مزرعه برمیگرده. به ام میگه سری قایم شو، موجود داره نزدیکمون میشه و ام خوشگش میزنه. همین لحظه صدای فریادهای موجود فضایی رو میشنوه که بالا سر خونه وایساده. علاوه بر اون صدای جیغ و فریاد آدمهایی هم که خورده از اون داره شنیده میشه. صدای بدن موجود میاد که انگاری داره دستشویی میکنه و حالا همه اشیایی که اشتباهی خورده یا لوازمی که همراه آدمها بوده رو از بدن خودش بیرون میریزه. اوجی هم نزدیک خونه است که رفعه ماشینش از کار میفته. به آرومی بیرون نگاه میکنه و میبینه که موجود فضایی دقیقاً بالا سرشه و داره فریادهایی میکشه که انگاری داره درد میکشه. اوجی هم ساکت نشسته که یه رفعه همون مجسمه اسبی که ام از پارک دزدیده بود میوفه روی شیشه ماشینش و میشکنه. یعنی موجود داشته اینو دفع میکرده و خیلی هم انگاری درد کشیده سرش. ساعتی بعد اوضاع آرومه و اوجی به نزدیکی خونه میاد. سری به خواهرش میگه که با انجل بیاد بیرون اینجا فرار کنیم و اونام همین کارو انجام میدن و قبل حمله دوباره یه موجود فضایی موفق میشن از اونجا در برن. حالا توی اخبار میبینیم که تمام خبر گم شدن آدمهای همین پارک تفریحی پخش شده. انتلرز کارگردانی که اون اولام دیدیمش این خبر رو میشنوه و متوجه میشه که واقعا ام یه مستند خیلی خفن میتونسته بسازه و حرفایی که در مورد اونجا زده راست بوده. برمیگردیم پیش اوجی که داره به خواهرش و انجل توضیح میده باید یه مستند از این موجود تهیه بکنیم و به دنیا بگیم که همچین چیزی وجود داره. اونا هم ترسیدن ولی وقتی که انتلرز به ام زنگ میزنه و میگه حاضر مستند رو براشون بسازه تصمیمشون عوض میشه و روز بعدی به دیدن انتلرز میرن. با هم دیگه مزرعه میرسن و اوجی ابری که سر جاش ثابت وایساده و انگاری محل زندگی موجود رو براش تعریف میکنه. بعدم میگه مثل یه حیوان وحشی وقتی که گشنش میشه میاد بیرون و فقط دنبال غذا میگرده. اسم این موجود هم میذاره جین جکت، یعنی همون اسبی که تو بچگیشون قرار بوده خواهرش تربیت بکنه. بعدم به ام میگه اون مجسمه اسبی که گذاشته بودی خیلی اذیتش کرد وقتی میخواست دفعش کنه، برای همینم هم یه کینه ای از همون گرفته و دیگه نمیخواد ما رو ول کنه. بعدم میگه که کار تو اشتباه بود، تو میخواستی انگاری از این کارت سود ببری ولی برای رام کردن یه موجود وحشی باید یه کاری کنی که به یه قرارداد برسید و به هم دیگه کمک بکنید. بعدم میگه این موجود وحشی مثل خیلی موجودای دیگه وقتی که باهاش چشم تو چشم بشی بهت حمله میکنه و تو روی خطر میبینه، برای همینم هم سعی کنید اصلا مستقیم نگاهش نکنید. اندلرز هم میگه خب اسباتو بفرست که دوباره موجود بیاد بیرون ازش فیلم بگیریم، ولی اوجی حاضر نیست که همچین ریسکو بکنه. میگه خودم میرم بیرون و یه جوری اونو گولش میزنم ولی به اسبام آسیبی نرسونید. چند روز دیگه میگذره و اندلرز دوباره به مزرعه میاد و این بار تجهیزات فیلمبرداریش هم آورده، تجهیزاتی که خیلی قدیمیه و با برق کار نمیکنن، اینطوری وقتی که موجود نزدیکشون بشه دیگه دوربینو از کار نمیافتن. لوازم امنیتیشون رو فراهم میکنن و ام یه سری از این عروسک بادیا میره میخره. میخواد این عروسک بادیا رو تو مزرعه بذاره و باهاش جین جکت یا همون موجوده رو گولش بزنه. شب قبل فیلمبرداری هم همشون ترسیدن و انجل میگه که درست ترسیدیم ولی میتونیم با این کارمون هم معروف بشیم هم کلی پول به دست بیاریم، برای همین ارزشش رو داره. صبح روز بعدی میرسه، انجل و انتلر زیر یه تور پناه گرفتن و فیلمبرداری رو شروع کردن. ام عروسکای بادی رو فعال
میکنه و از اون طرف هم اوجی با استفاده از اسبش به سمت موجود حرکت میکنه. امی رفیق موتور سواری رو میبینه و میتوه که جلوش رو بگیره. این موتور سوار یه گزارشگر رو اومده از اینجا یه سری فیلم بگیره. هرچی ام بهش میگه خطرناکه و باید برگردی، روزنامه نگار گوش نمیده و به راهش ادامه میده. امی تو پای لپتاپ و دوربینا متوجه میشه که عروسک‌های بادی از کار افتادن. موتور سوارم که داره میره جلو یه رفیق موتورش متوقف میشه و عروش پرت میشه پایین، به شدت هم آسیب میبینه. اوجی تصمیم میگیره بره و نجاتش بده. نزدیکش میرسه و بهش میگه تکون نخور و سر جات ثابت بمون. اما اصلا این طرف جدی نمیگیره و هی داد و فریادش رو ادامه میده. وقتی عروسک‌های بادی دوباره باد میشن و یعنی جین جکت ازشون فاصله گرفته، اوجی سری پیاده میشه و میخواد مرد رو نجاتش بده. اما این روز زمان نگار میگه من بدون دوربینم هیچ جایی نمیرم. تو همین کشمکشا یه رفیق جین جکت سر میرسه. اوجی میگه ببخشید دیگه کاری هستم بر نمیاد و میدوه طرف اسبش و از اونجا فرار میکنه. جین جکت هم به گزارشگر حمله میکنه و اونو میکشه تو خودش. حالا میدوه سمت اوجی و اوجی مجبور میشه که سر جایش ثابت وایسه. اصلا هم جین جکت رو چش تو چش نگاه نمیکنه. میبینیم که جین جکت به این عروسک بادیای اطرافش حمله میکنه و اونا رو میکشه داخل. بعد فاصله گرفتنش اوجی دوباره به سمت مزرعه میاد و میبینن که اون سفینه پشت یه کوه پناه گرفته. برای همین دوباره اوجی میره سمتش که بکشتش بیرون و بازم ازش فیلم بگیرن و وقتی که میاد سری به سمت خونه فرار میکنه. جین جکت خیلی بهش نزدیک شده و حالا اوجی یه چتر نجاتی رو پشتش باز میکنه. چتر نجاتی که شبیه رنگین کمونه. جین جکت که یاد همون مجسمه اسب و تناب رنگی که بهش وصل بود میفته، یه دفعه میترسه و فرار میکنه. بالاخره همه چیز آروم شده، اما حالا کارگردانمون یعنی انتلر تصمیم دیگه ای میگیره. میخواد از خودش یه میراث خیلی خوبی به جا بذاره. برای همین دوربینش رو برمی‌داره، داد و فریادی راه میندازه و به سمت جین جکت حرکت میکنه. میخواد یه جوری از داخل بدن این موجود فیلم بگیره، چون میدونه که اشیا از جمله دوربینش رو در آخر پرت میکنه بیرون. همین کارم انجام میشه و جین جکت میاد طرفش، اونو میکشه داخل و کارگردان به خیال خودش یه قهرمانه و حالا از بین میره. جین جکت متوجه انجل میشه که طرف دیگه وایساده و سمتش حمله میکنه، ولی یه رفعه پارچه روی انجل میفته و پرتش میکنه به طرف دیگه و نجاتش میده. اونم حالا پارچه رو برمیداره و هر باری که جین جکت بهش نزدیک میشه با استفاده از همون خودشو پرت میکنه دورتر. جین جکت دیگه عقب نمیکشه و حالا که اوجی و ام رو هم میبینه تصمیم میگیره حمله خودشو تا آخر پیش ببره. حتی حالت ظاهر خودش هم برای این کار تغییر میده، دقیقا مثل حیوانای وحشی که موقع حمله خودشون رو گنده تر جلوه میدن. اوجی که میبینه شرایط خطریه به خواهرش ام میگه موتور اون گزارشگر رو بردار و اینجا فرار. خودش هم حواس جین جکت رو پرت کرده و در آخر ام رو قانع میکنه که این کار رو انجام بده. اما ام نمیتونه موتور رو روشن کنه چون جین جکت خیلی بهش نزدیکه. برای همینم اوجی دارو فریادی راه میندازه و سوار اسبش میشه و جین جکت رو به طرف دیگه میکشونه. یه لحظه هم دهن خودش نشون میده که خیلی بزرگه و چیزای عجیبی از اطرافش آویزونه. وقتی موتور ام روشن میشه دارو فریادی راه میندازه و حالا جین جکت میوفه دنبالش و اونم با سرعت ازش فاصله میگیره. جین جکت رو با خودش به همون پارک تفریحی نزدیکشون میکشونه. نگاهش به بالون بزرگ این پارک میفته و فکری به سرش میزنه، بالونی که با گاز پر شده. اول میره طرف چایی که پایینش دوربین قرار داشت، اونو فعالش میکنه چون میدونیم که این دوربین از آسمون عکس میگیره. بعدم بالون این پارک رو آزادش میکنه. جین جکت میاد طرف بالون، اونو میبلعه در حالی که دوربین چاه داره ازشون عکس میگیره و خب داره وجود این موجود رو یه بار دیگه ثابت میکنه. به محض بلعیده شدن بالون، گاز اون تو بدن این موجود پخش میشه و یه رفعه میترکه. ام یه نفس راحت میکشه و بالاخره نیروهای امنیتی و پلیس همراه کلی خبرنگار و گزارشگر سر میرسن. طرف دیگر رو نگاه میکنه و میبینه که برادرش اوجی روی اسب نشسته و داره نگاهش میکنه. خیال ام راحت میشه که برادرش زنده مونده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم نوب به نظر میاد که از بهترین محتواها رو در زمینه فیلم‌های علمی تخیلی داره. خیلی یونیکه و کلاً با فیلم‌های قبلی خودش یه تفاوتی ایجاد میکنه. اول همه بگم که اسم نوب کلاً یعنی not of planet earth، یعنی چیزی که از زمین نیستش. اگرم براتون سوالی که چه ارتباطی بین اون شامپانزه توی سیتکامه و این موجود یعنی جین جکت هستش، باید بگم که میشه گفت هر دوی اینا اگه سیاره دیگه انگاری اومده بودن کلاً و هر دوشون همین ذات وحشی و خشن رو دارن، یعنی برای گشنگیشون دست به هر کاری میزنن. اون شامپانزه وسط فیلمبرداری اون کارو انجام داد و یه نماد دیگه ای هم که باعث میشه بدون اگه سیارن همون کفشی است که رو هوا معلق مونده بود که خب اصلا هیچ دلیل منطقی نداره. فیلم خیلی میاد از جزئیات استفاده میکنه. مثلا ما دیدیم که اون شامپانزه لحظه که یه بالون ترکید، یه بادکنک ترکیدش، وحش شروع اون کارها رو انجام داد. آخر فیلم هم چیزی که این موجود فضایی یعنی جین جکت رو نابود میکنه یه بالون دوباره. یا یکی دیگه از این شباهت ها این استش که اول فیلم میبینیم پدرت اوجی و ام با یه سکه از بین میره. آخر فیلم هم ام میاد یه سکه میندازه توی همون بالونه و یه سکه میندازه توی همون چایی که فیلم میگیره و انگاری با سکه دوباره اون موجود رو از بین میبردشون. خیلی از این شباهت های دو پهلوتش وجود داره.
چیزی که میاد خیلی خاص میکنه این فیلمو و یه وحشتی رو توی موجودی که ساخته یعنی جین جکت میاره، این شباهتش به حیوانات وحشیه. نمیاد دیگه صرفا یه وسیله‌ای که یه انسان هم میتونه به صداتش به ما نشون بده، میاد موجودی رو نشون میده که خودش غریزه بقا داره، خودش برای زنده موندن میخواد غذا بخوره، میخواد دست به هر کاری بزنه و ما دیگه فکرمون نمیره سمت اینکه مثلا این موجودات فضایی چقدر هوش دارن و اینا. ما فقط داریم انگار یه حیوان خیلی وحشی و درنده رو میبینیم که هیچ کسی نمیتونه باش روبرو بشه، یه حیوان آلفایی که اگه پا روی زمین بذاره حتی انسان هم شاید نتونن باهاش مقابله بکنن. کلا میگم توی دوره‌ای که تمام ترس فیلم‌ها رفته توی روح و جن و اینجور موجوداتی که هزار تا چیز ازشون دیدیم، اینکه فیلم‌هایی رو میبینیم که میان موجودات جدیدی رو برای ترسوندن خلق می‌کنن خیلی قشنگه. فیلم‌هایی مثل ایت، مثل همین فیلم یا مثل فیلم ریچوال که قبلا توی کانال گذاشتم زیاد از اینا وجود دارن و به نظرم همه این فیلم‌ها یه نفس تازه‌ان توی این فیلم‌های کلیشه‌ای و تکراری. دیگه همین، امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی با هم بودید، دوستتون دارم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلسی.